خب ما جلسه قبل یه توضیحاتی دادیم و من اینکه دوباره رو خط بیام ایده کلی رو بگیم. یه سیستم داریم یا میخواییم طراحیش کنیم یا طراحی شده. بعد اینجا سیستم شماست، هرچی هستش، مثلا میتونه سیستم توزیع برق شبکه برق تهران باشه، هرچی باشه. میتونه سیستم های اینترنتی باشه الاخر. شما اینو مدل میکنین، ابسترکتش میکنین، و یه مدل به شما میده. این مدل رو ما گفتیم ترانزیشن سیستم. یه اسم دیگه هم می‌نویسم که یه کمی ابسترکت‌تر. اینا هم کریپی فریم مثلا، اینا کریپی استراکچر. کریسی استیت داره که همه اینا یه مجردسازی از سیستم کم که استراکچر هست. حالا پست بودن شما چون برای اینتیشنسی خوندی نتیجه داشت همه جا نتیجه. بعد از یه طرفی شما یه ویژگی سیستم رو در نظر میگیریم، یه ویژگی رو در نظر میگیریم، برای این سیستم میخواین اینو بررسی کنین، بعدی خود سیستم رو مدل کردین دیگه. نه این ویژگی رو میاریم تبدیل میکنیم یه فرمی در منطقه که ما اینجا استفاده کردیم. ما الان گفتم پس این فرمول تبدیل میشه یه فرمول اینجا. این یه ترانزیشن سیستم میشه، یه ام به شما میده. آیا این سیستم این ویژگی رو دارد یا نه شما میخواییم بررسی کنیم. برمیگرده این که به این جواب بدین که آیا این فرمول توی این مدلی که برای سیستم در نظر میگیرین ارضا میشه یا نه. کل مثلا مشخصش چیزایی که بخشایی که باید انجام بدیم که چجوری سیستم رو تبدیل به یه مدل کنیم، این دیگه بستگی داره به چه چیزایی از سیستم میخوایم، ویژگی رو چجوری توی زبان بیان کنیم که الان داریم یاد میگیریم که این فایل‌ها چجوری معرفی میشن. این قسمتش رو بلد هستیم که چیکار میکنه. واضحه که نرم افزارهایی وجود داره که شما اگه این کارا رو انجام بدین، اتفاقا اوپن سورس هم هستن که کارا رو انجام بدین، مدلتون رو بدین، فایل بدین بر اساس اون چیزایی که میخوان این سوال میتونه به شما جواب بده. اگه یس باشه یس رو شما میده، اگه نو باشه تریسش رو میده که کجاها گپ وجود داره توی سیستمتون، یعنی توی مدلتون، و شما میتونید دوباره اصلاح کنین، برگردونین و توی این نگاه کنین، دوباره اصلاح کنین مدلتون رو، اینجا آپگرید کنیم و دوباره این سوال رو بپرسیم. خب گفتیم زبانی که این که حالا چرا تمپورال لاجیک رو استفاده میکنن، برای اینکه تمام توانایی به اندازه کافی خوب رو داره. از خب توانایی زبانیش ممکنه که به اندازه فرست اوردر لاجیک نباشه. پس چرا فرست اوردر لاجیک رو استفاده نمیکنن؟ خب یه نکته بگم، تمپورال لاجیک که ما داریم یه بخشی از فرست اوردر لاجیک میشه. بخش به این معنی که یه فرگمنتی از فرست اوردر لاجیک میشه. یعنی چه؟ یعنی که من حتما میتونم یه ترجمه بدم، هر فرمول اینور هستش رو ببرم اونور، برم توی فرست اوردر لنگویج بهش نگاه کنم و برگردونم و اون فرمولا رو مشخص کنم که چه ردی از فرمولای فرست اوردر میشن. اینو کاملا میتونم مشخص کنم. یعنی که سریستراکشن رو به اون ترجمه برگردونم. حالا پس اگه اینجوری هست چرا از فرست اوردر استفاده نمیکنن؟ خب ما اگه یادتون باشه گفتیم فرست اوردر لاجیک دیسایدبل نیست. وقتی تصمیم پذیری نداشته باشم، خب اینجوری برنامه ها رو نمیتونم براش اصلا برای من تصمیم بگیره، که اصلا اطمینانی ندارم که بتونه تصمیم بگیره. ولی اینجا تمپورال لاجیکی دارم نسبت به پوزیشنال عادی که دارم قدرت بیانش میره بالا،
و همزمان تصمیم پذیره، یعنی که من میتونم به چنین سوالاتی تو اینجا پاسخ بدم. پس طبیعیه که به این سمت حرکت کنم. خب زبان رو معرفی کردیم، من دوباره اینو بگم. اشیایی که توی زبان بودن، اتم‌ها رو داشتیم که با اون پی کیو آر اینا نشون میدادیم. بعد نماده منطقیمون رو کامل داشتیم و یا نمادهای دیگه‌ای که استفاده کرده بودیم، X برای next، برای future، برای global future، چی استفاده کرده بودیم؟ U استفاده کرده بودیم و این اشیایی بودن که رابطه‌ای بودن که توی زبان ما بودن، غیر از اون بخش پروژشنال بالایی که داشتیم. این سطح اول یونری بوده و این سطح دوم هم باینری بوده. همون بحثی که توی پروژشنال لاجیک داشتیم اینجا میتونیم داشته باشیم که آیا همه احتیاج به همه این نمادها داریم یا نه. این بحث میتونیم اینجا داشته باشیم که چقدر شادی که دستش برای شما، چقدر از این نمادها رو احتیاج دارید. من یه چیز کلی میگم. اینجا مثلا شما میدونید که مثلا با نگشتن و با و یا ارو میتونید همه کارا رو انجام بدید. احتمالاً اینجا این اتفاق خواهد افتاد. من معادلاش میگم، یکی دو تا اینجا با هم چک میکنیم که چیز میشه. ولی حالا من میخوام همه اینا رو داشته باشم، چون ممکنه که توی کارهای اولیه اینا رو داشته باشیم، تو خلاصه نویسی به ما کمک کنه. ولی اینکه کدوم ها رو داشته باشیم کافی هستش، وقتی میخوایم یه نرم افزار بنویسیم اونها مهم میشن اتفاقا. که نه مثلا بر اساس اونا بنویسیم، حالا معادلات خودشون خود به خود وارد کار میشن. خب بعد از این مرحله ما اومدیم مجموع فرمولا رو اینجوری تعریف کردیم. اتم ها فرمول بودن، تاپ و فالسون فرمول بودن، اتم فرمول بس. من اینه اینا یک سره بمیستم. این رده همه فرمولا هم بودن. اومده برای اینکه اینا رو مدل کنیم به اینجا رسیدیم که من یه ترانزیشن سیستم باید در نظر بگیرم. این بچه‌ستار هم در نظر بگیریم، بنویسیم لیبل ترانزیشن سیستم. من که من میتونم ساده بنویسم ATS. این چی بود؟ یه ستایی شبیه این بود. یه مجموعه استیت ها داد که باعث بزرگ نشون میدادیم. یه باینری ریلیشن داشت و یه دونه تابع ال. خب این مجموعه استیتاتون بودش، این رابطه‌ای بود که دوتایی روی اس این شرطو داشت که به ازای هر اسی که توی اس بزرگ میگه حداقل یه دونه اسپریمی وجود داره توی اس بزرگ که اس برای اسپریم. و تابع ال میخواست به گراهاتون یه برچسبی بزنه. برچسب من زیر مجموعه های پاورست اتم بود. پس ال من یه تابعی بود از اس به 2^p دو به توان اتم. یه زیر مجموعه از پیرو بشانش که از نظر شهودی برای ما این بود که میخواست یه تمام گره هایی یا تمام استیت هایی که
چون گزاره منو داره درست میبینه برای شما. سیستم تو اون قسمت درست. بر اساس این من میخواستم مفهوم این که یه مسیرم در نظر گرفتیم. من فقط در مورد این یه توضیح بدم. اگه این میخواد به یک گراهی دیدلاک ندارم من. این شرط دارم این جلسه قبلم توضیح دادم که این مشکل خاصی برای ما ایجاد نمیکنه. یعنی محدودیت وقتی این شرط میزنم ایجاد نمیکنه. مثلا ببینید، مثلا شما فرض کنید که اینو داریم. مثلا اینو داریم. اینا همه دارن. این گره گره‌ای هستش که به هیچی نمیره دیگه. نه شما عملا بیایم یه گره خودتون اضافه کنیم و حالا تو درس بعدی تو بچه میکنم از این کارها خیلی زیاد انجام میشه توی مبانی نظر محاسب. بعدش هم اونایی که ددلاک الان اینجا یه دونه هستن اونو میتونم به این گره جدید بحث کنم و اتفاقا برای اینکه این خودش چیز نشه اینو هم رفلکسیو میکنم خودش هم هست. مسیر محاسبه هم مشکل خاصی برای ما ایجاد نمی‌کنه. بنابراین پس این شرطی که ما گذاشتیم واقعا محدودیت روی سیستم ما ایجاد نمی‌کنه. خب ما یه مسیر رو اگه این رابطه کوچکتری در نظر بگیریم میتونیم اینجا تعریف کنیم دیگه. دقت کنیم، من میگم که دوتا گره میگیرم مثل S و اسپریم. میگم S کمتر مساوی با اسپریمه، این آره. حالا من با این نماد نشون اگر دارم تعریف میکنم، اگر تنها اگر از S به اسپریم رابطه وجود داشته باشه. پس من میتونم عملا بگم که این قسمت Lش رو کنار بذارم، عملا میتونم بگم که یه S دارم و یه رابطه دوتایی روش دیگه. اون رابطه دوتایی میتونیم کوچکتری که گفتیم به این صورت تعریف کنیم. معمولا به این قسمتش میگن فریم، وقتی تابع ال میاد روش میگه میشه مدل. مثلا اگه من یه جایی اینو استفاده کردم توی مسیر حرکتیم، منظورم پس این هست. خب یه مسیر اگه اسمش با پیش نشون بدیم، اگه از S0 شروع بشه یه دنباله، دقت کنید که از اروها هست که پشت سر هم میان. S0 که به ازای هر آی که میگیرین SI کم تماسایی با SI به ازای یک همین چیزی که این بالا بود، یعنی SI به SI به ازای ارتباط داره. خب با این توصیف پس یه مسیر یه چنین نامتناهیه دیگه با همین چیزی که گفتم، که معمولا ما اینو به این سر داشت. خب مفهوم ساتیسفکشن یه فرمول من بر اساس یه مسیر میخوام توصیف کنم. شما یه مدل دارین، یه مسیر از این در نظر گرفتین، میخوام این مفهوم رو تعریف کنیم. یه گزاره مثل فای رو میبینیم، میخوام تعریف کنیم. طبق چیزایی که جلسه قبل با هم به دست آوردیم به این صورت بود. خب اجازه بدید من الان چون M من فیکسه، من دیگه اینو تکراری ننویسم، فقط همون مسیر P رو بنویسم. مسیر P توی مدل M من فاسمون هیچ وقت درست نمیبینه، همواره تاپ رو درست میبینه. نه و اگه پی یه اتم باشه، این اگر و تنها اگر اون S0، یعنی گام اولی که در نظر گرفتیم، حالا S0 میزنی S1 میزنی هرچی بذارین، اون اینه درست ببینید.
درست دیدنش یعنی این که این توی LSF باشه. پس من اینو می نویسم که اگه یه موقع استفاده کردیم بدونیم. اینجوری می نویسم SF اینو درست ببینه، این به این معناست که حالا اینو بعدا جورتر می کنم پی متعلق به LSF باشه. برای نمادهای منطقی اون که به همون صورت تعریف میشه. گفتیم حس شهودیمون نسبت به نمادهای جدید تمپورالی که وارد کار کردیم، نمادهای زمانی که وارد کار کردیم، برای X از next داره میاد، میخواد توی استیت بعدی درست بشه. پس من یه مسیری مثل P دارم، میخوام در مورد next phi صحبت کنم. نماد PI رو ما اینجا گفتیم به این صورته. وقتی P به این صورت بود، P در واقع پس P صفر دیگه. پی آی یعنی این که من از استیت آیوم این زنجیر شروع کنم برم جلو الاخر. خب اگه پی بخواد این رو درست ببینه، این به این معناست که چی می‌بینیم؟ پی یک خود فایل رو درست ببینه. پیچیدگی رو آوردم پایین دیگه. حالا در مورد فای هرچی باشه دیگه قضاوت میکنم. پس این میشه پی ای. خب بریم شهودی ببینیم. داره به شما اینی میگه. مسیر شما اینجوری باشه. خب اینجا مسیر ورودی پی شما باشه. یعنی نقطه شروعشه. این میخواد اینجا ایکس فای رو درست ببینه. پس حتما باید اینجا فایل رو درست ببینه. من به مابقیش کاری ندارم دیگه. پس اگه اینجا فایل درست ببینه، شما اینجا میتونید بگید توی این مسیری که دارین ایکس فایل درست دیده میشه. یعنی در واقع ایکس فایل رو الان جلوی تام ایکس فایل توی نقطه صفر درست دیده میشه. انشاءالله میتونم بگم این مسیر مسیر پی منه. داره ایکس فایل درست ببینه. F فایل رو میخواد درست ببینه. این به این معناست که در آینده حتما من مطمئن بشم که فایل درست. خب من با صفر شروع کردم دیگه نه. خب چی بنویسیم؟ در آینده میخوام بگم فایل درست بشه. فای درست بشه. این اگه از روی شکل بخوام، اگه مسیر من بس این باشه، بالاخره
میخواد بگه که اگه مثلا فای اینجا درست باشه یا مثلا فای اینجا درست باشه، این مسیر اف فای رو درست میبینه دیگه. درسته. پس کل این مسیر که ورودیش اینجا هستش داره اف فای رو درست میبینه. من تعمدن دارم این دوتا می‌نویسم که لزوم نداره که مثلا یه دونه باشه، آینده باشه، ولی ممکنه که چند تا هم توش وجود داشته باشه. از جمله توی تعریف دقت کنید، من اینجا مساوی گذاشتم. مثلا این تعریف رو وقتی مساوی می‌ذارم دارم یه قراردادی توش قرار میدن. پس مثلا میتونه خود تو نقطه اول هم فای درست باشه. این داره به شما چی میگه وقتی من مساوی می‌ذارم؟ این از شعوری داره به شما میگه در آینده ای درست باشد. من وقتی مساوی میذارم یعنی که زمان ریشه من زمان حال حاضری که دارم قضاوت میکنم. درسته؟ وقتی مساوی میذارم یعنی زمان حال رو جزء آینده قرار میدم. میتونی این قرارداد نداشته باشی، یعنی زمان حال جزء آیندهتون نباشه. ولی ما این قرار میدیم، یه سری چیزا برای ما میاره که حالا من جلوتر میگم، خوبیا برای ما داره که من میگم. پس آینده ای که ما میگیم حتما حال رو جز آینده استده، حال رو جز آینده میگیم. بله. خب من دارم میگم که ایکس فای تو مسیر فی درسته اگر در تالی که توی مسیر در نظر گرفتم که الان اینجا استده بردی من اینجا هستش، این درست باشه، فای درست باشه. در این صورت این ایکس فایه توی مسیر درست. حالا می‌نویسم اینجا وقتی من میگم که توی یک گره درسته، میخوام بگم که این دقیقا گره روی مسیری که توسط این گره ساخته میشه منظورمون هست. این رو میتونی اینجا بذاری که این پیه داره ایکس فایه درست میبین. برای این که این پیه از اینجا داره شروع میشه دیگه، برای این که یه استدی بعد از این پی این داره درست میبین. خب دقت کنید، من مسیر رو فیکس کردم. ممکنه که ما حالا تعریف بعد بنویسید روی استیت بخوایم صحبت کنیم، از یه استیتی شما ایستادیم ممکنه که مسیرهای مختلفی داشته باشیم دیگه. مثلا اینجا شما ایستادین، این مسیر میتونه حرکت کنین برین یا این مسیر میتونه حرکت کنین. استیت صفر پی که در نظر میگیم میتونه این ور باشه، یه پی دوی در نظر بگیرین که از این ور حرکت کنین دیگه. بنابراین کدوم مسیر در نظر گرفتین اون موقع در مورد نکس استیتش میتونید صحبت کنین. اگه بخوایم فقط وابسته به خود اسف کنین، باید هر دو مسیر اون مورد در نظر بگیرید و صحبت کنین، مسیری که با این شروع میشه یا با این. نه نماد، این نماد، اینو با من نماد در نظر بگیرید. آره نماده، هیچ چیز خاصی نیست. این یعنی همین چیزی که اینجا نوشته، هیچ چیز دیگه نیست. نه نه نه، برای اتم ها دقیقا میخوام توی هم اول باشه. ببینید اینا هنوز نماد تمپورال وارد کار نشدن، نماد منطق پروپوزیشنال عادی خودمون، و دقیقا برای اونا میخوام همون نقطه گری که داریم شروع میکنیم باشه. به این خاطر دارم از این نماد استفاده میکنم، فرقی نداره. یه کارم میتونستیم بکنیم با نمادهای قبلی اشتباه نشه، اینو میتونستیم اینجوری هم نمایش بدیم که معمولا این کار انجام میدن، حالا ما این کار نکردیم. خب روی این سوالی ندارین؟ شما خانم مرافر مشکلتون حل شد اینجا؟ خب روی این سوالی نیست؟
معنی ایکس رو گفتیم، اف رو گفتیم و جی. این مسیری که گرفتیم ها معنای این که جی افای رو درست میبینه رو بگیم. خب گفتیم این به صورت گلوبالی میخواد این کار رو برای شما انجام بده. خب من اینجا فقط یه نمادی رو اینجا همینجا بگم بد نیست. عملا اگه به عنوان مدالاجی کلی بخوایم نگاه کنیم، این افه و دایاموند نشونش میده، دایاموند فای، و این جی که اینجا نوشتم و اون باکس فای نشون میده. خب این یعنی اولین گامی که اصلا به طور تاریخی برای مدال لاجیک وجود داشت. مدال لاجیک میخواست مفهوم ضرورت و امکان را مشخص کنه. این امکانه و این نماد باکس هم نماد ضرورت. خب حالا این میخواد بگه که در تمام آینده ها برای من درسته دیگه. و چیجی بمیسیم؟ به زهر آی چی؟ مساوی صفر. من حتما میخوام وارد کار کنم که زمان حال رو جز آینده در نظر بگیم. این از نظر شکل، این مسیر منه. وقتی اینجا می‌نویسم یعنی که از اینجا برای من الان مهمه دیگه. این قبلیش کار ندارم، مسیر از اینجا دارم در نظر. اون همش استارتش. خب اگه این مسیر بخواد جی فای رو درست ببینه، اینجا باید همه جا فای درست بشه. تمایزشو با این چیزی که برای افتاریم رو نگاه کنیم، اینجا بعض جا باید حداقل باید یه جا درست باشه، ولی میتونه چندین جا هم باشه، میتونه همه جا هم درست باشه دیگه. خب عملا طبق همین دوره تعریفی که اینجا داریم این درسته دیگه. نه ادامه تعریف نیست، من داخل پرانتز میذارم. خب اگه با اون نگاهی که با باکس دایمون نوشتم، چیزی که ضروری باشه ممکن هست، ضرورت امکان نتیجه میده. خب نمادهای دوتاییمون گفتیم آنتیله، خب این داره میخواد به شما بگه که یه جایی رو ما باید پیدا کنیم که سای درست بشه، تا موقعی که به اونجا برسیم فای داره درست هستش، بعد از اون مرحله سای درست میشه. مثل اگه بخوایم مثل حالت برنامه در نظر بگیریم، تا یه گام هایی رو برنامه فای میخواد اجرا بشه، از یه گامی به بعدی برنامه سایی شما میخواد اجرا بشه، مثلا یعنی برنامه سایی شما وارد کار میشه. این اگه بخوام بنویسیم باید چیجی بنویسیم؟ اون جایی که نقطه‌ای که شما انتخاب میکنی حتما ما قبلش میخواد فای شما درست باشه.
پس اولا باید یه چنین گرهی وجود داشته باشه دیگه، نه؟ پس باید وجود داشته باشه دیگه. من نمیستم در اگزیزه های مصمیم گیر ندین اینجا آی بزرگتر یا مساوی با صفر. باز تأکید میکنم آینده من اینجا مساوی توش هست که پای آیه سای من وقتی دارم این آنتیل استفاده میکنم حتما تو این تعریف نهفته است که حتما چنین آی وجود داره. من اون ویک رو میخوام باید کار کنم، نماد دبلیو رو دقیقا میخوام این حالتش رو ضعیف کنم. اگه اونو ضعیف آنتیل در نظر بگیم، این عملا یه آنتیل استرانگ میشه. خب نه من یه جایش رو باید مطمئن بشم که سایر میتونم درست بکنم به حسب افوجی. این یه کمی اجازه بدین که به اون گام نرسیم. آره یه سری چیزا رو اینجا به حسب فقط اف و جی این شکل من بکشم بعد انا ادامه بدیم. پس این داره میگه مسیری که من دارم اینه، مسیر پیه من اینجا فرض کنیم اون آیه هستش که شما انتخاب کردین که اینجا سایه درست. ما قبلش همه باید حتما فایه درست بشه. خب الان یه پیشنهاد داریم قبل از اینکه ادامه بدیم. پیشنهاد بررسی کنیم بد نیست، خودش ترجمه میکنه. بده؟ دو تا نقطه یعنی چی؟ ببینیم، اشکال نداره. نه اشکال نداره، اشکال نداره، شما میتونید کوچیکترین شده نظر بگیرید. این که الان سای کلی جاهای دیگه هم درسته از کاری نداره، من کوچیکترینش رو میتونم. ولی به محض اینکه مثلا من اگه این اینجا حذف کنم دیگه فای یو سای اینجا درست این تو این مسیر درست. ببینید مثلا فرض کنید که اینو داشته باشیم و شما بر اساس این حرف که شما میزنید مثل این هستش که من اینو پاک کنم ببینید اصلا اینجا فای نداشته باشه. درسته؟ اگه فای نداشته باشن نمیتونن در این مسیح حرف بزنن. خب شما بفرمایید پیشنهادتون چی بود؟ بگیم پیشنهاد اولی آها شما میگی که میخوایم بگی فای یو سای معادل با یه چیزی هست دیگه تو ذهنتون چیه؟ فای دیگه. آخه پی با فای سای الان باید با این ارتباط برقرار کنیم. آها پی اتمه. آخه با مسیر که نمیتونیم بگیم یو رو میخواییم حذف کنیم دیگه. نه یو رو میخواییم از زبان حذف کنیم. باید زبان حذف کنیم. باید شما میگیم با جی و
اف میخواییم بگیم؟ خب اگه با جی و اف میخواییم بگیم، باید بگیم مثلا جی یه چیزایی میشه یا اف یه چیزایی میشه که توش اف هم استفاده شده. یه چیز شبیه این باید بگیم، درسته؟ بگه اگه میخواین روی مسیر بگین که هیچ فرقی نکرد که، حالا این مسیرتون و این قسمتش رو ممکنه یه تعبیر برس اف داشته باشه که همه مستقل بودن نشون نمیدیم. پس این بحث بمونه، ما یکم صحبت میکنم. خب روی این سوال هست. خب با این توصیف ویک آنتیل رو میخواییم بگیم. ویک آنتیل به شما میخواد بگه که همین آنتیلی که در نظر گرفتین لزوم نداره که این آی وجود داشته باشه. اگه آی وجود نداشته باشه، با اینال میخوام بگم که فای دبلیو سای درسته رو چجوری بنویسه. خب مستقل از اونا میتونی بگین؟ خب فایوسای بس بنویسیم، یعنی که این چیزی که ایشون میگن، این اگر و تنها اگر، به این حرف قبول داری آقای موسوی؟ اگر و تنها اگر، یا من اینو داشته باشم قسمت اول آنتینی داشته باشم، یا اینکه به ذه هر آیی که میگیریم پای آی فایل رو درست ببینیم. نبینید دیگه، همین دیگه، این اورش دقیقا برای همینه دیگه. این اگه ببینه که همین کار رو چک کن، اگه نبینه یعنی که هیچ جا داری درست نمیبینه دیگه، همه جا فای درست باید باشه. اگه باشه اون در این سال میگم که فای دبلیو سای درست. بر ترتیب شما داریم این که توی همین مسیر که دارم، پس یه قسمت از مسیر اینجوریه، باید اینا رو دوتا کنیم دیگه. یه قسمت اینی که شما ممکنه چنین آی رو پیدا کنید، این سای درست بود پس ما قبلش فای درست. ممکنه چنین چیزی پیدا نکنید، یعنی این هی انتقال بده، هر چی می‌خوایم به انتقال بدین به سمت جلو، یعنی که برای همه قسمت‌ها باید فای درست بشه. اون قسمت ایدرش، این قسمت مارش. خب چی؟ مستقل نیستم. آره من چیزی که آقای مستقل هم باستم همین بود دیگه. اولا این تعریف داره نشون میده که این مستقل نیست. خب آخرین چیزی که ما داشتیم این میخواد یه جوری دوال این باشه، یو باشه.
مثل حالت هایی هستش که ما کپی های مختلف یه برنامه رو میدیم بیرون، تا ماهی که ندادین همون مثلا اون برنامه داره کار میکنه، بعد از این جانشین اون میشه دیگه. درسته، این میخواد اون کار رو برای شما انجام بده، واضحه که مستقل نیستن. همین الان دارم میام که مثلا همین تعریف بنویسیم، میخواد اون دوال باشه. پس اگه این چنین باشه، تا جایی که اینو دارین که دارین دیگه، درسته، از اونجا به بعد باید به این که برای این اتفاق میفته. پس وقتی این جانشین شده، ما قبلش این داشت کارش رو انجام میداد دیگه، پس این جانشین میشه و کار تموم میشه. یا ممکن استش که هیچ وقت این جانشینی انجام نشه دیگه، نه؟ یعنی شما اصلا ورژن جدید رو ندیم بیرون، پس این باید کارش رو ادامه بده دیگه. پس عملا یه جوری من دارم تفاوتی که با این میبینم، جای فایسای داره عوض میشه، ولی یه تفاوت دیگه هم داره. حالا بنویسیم الان با این توصیفی که گفتم بس باید چی بنویسیم؟ یا اینکه یه آی وجود داره، بزرگتر مساوی صفر، پی آی داره فایر میده، اینجا ورژن جدیدتون اومده، ما قبلش از ورژن قبلیتون داری استفاده میکردین، یا اینکه ممکنه که این اتفاق نیفته دیگه. چیجوری بنویسیم؟ سر خب شما چی گفتیم اگه باید؟ آره همه اینا رو میتونیم اون کار رو انجام بدیم. آره، بعد من توی سمانتیک الان وقتی اینا نماد رو وارد زبان کردم، همه رو میخوام مستقل توی تعریف سمانتیک هم بیارم. خب این تعریف اینجا کامل میشه، من فقط یه نمادگذاری بذارم اینجا. جای عملا توی اون جای این دوتا داره عوض میشه. چی؟ احتیاج نیستش، الان ما معادل بودناشو میگیم، ولی مثل اینه که بگیم چه احتیاج هستش که شرطی داشته باشیم وقتی نگیشن رو برو داریم، ولی با شرطی راحت‌تر داریم کارمون انجام میدیم دیگه، نه؟ پایانگاسای رو مثلا کلی جا داریم استفاده میکنیم. جای فایوس های عوض خب من نماد رو بگم. من تعریف فرض کنید که به شما یه مدلی دادن به این صورت، یه نقطه دلخواه از این در نظر بگیریم مثل S،
وقتی من اینجوری می‌نویسم مدل M در گره S داره فرمول فای رو ساتیسفای میکنه برای شما، این به این معناست که هرگاه هر مسیر رو در نظر بگیریم که ابتدای مسیر من گره S باشه، این درست باشه. گره می‌نویسم اون حالت دیگه. خب ساتیسفکشنمون بر اساس یه مسیر فیکسی که گفتیم انجام شد. الان من اینا دارم برای یه گره خاص میگم دیگه. گره خاص سور عمومی دارم می‌بندم روی تمام مسیرهایی که از این گره خاص میتونیم بنویس. ساده هست آنی؟ خب پس در این صورت من می‌نویسم S, M, S و پس این فقط یه نمادگذاری هستش، باید ببینیم که چجوری ازش استفاده میکنم. طبق این تعریف هایی که داریم، ببینید اینا رو قبول داریم؟ طبق همین تعریف هایی که نوشتیم، پی اتم جی پی همواره پی رو میده. به چه معنا وقتی من اینو میگم؟ به این معناست که به ازای هر مدلی که شما بگیرین، یعنی هر تنظیم سیستمی که بگیرین، هر استیتی که ازش بگیرین، همه دلخواه هستن، نه؟ این داره به شما میده جی پی آنگاه پی. نه چون ساده هستش، اول بگیم، حالا من یه مثال عملی میخوام همه اینا رو پیاده کنیم. قابل قبول هست یا نه؟ این داره به شما چی میگه؟ یه مسیر دلخواه بگیرین، یه مسیر دلخواه بگیرین که با S شروع شده باشه. یه مسیر دلخواه رو P بگیرین، این هم S شد. مسیرات رو همواره نامتناهیه الاخر. شرطی به شما چی میگه؟ میگه که اگه جی پی درست باشه، پی باید حتما درست باشه دیگه، نه؟ شرطی داره شما این. پس فرض کنید توی استد اس شما جی پی درست. پس این فرض شما میشه. چی باید نتیجه بگیرین که تو همین استدی که گرفتین پی درسته دیگه؟ وقتی تو استد اس شما جی پی درست باشه، به این معناست که به ازای هر مسیر دلخواهی که گرفتیم، پس این مسیر دلخواست، تو این مسیر دلخواه این جی پی درست، پس من این نمی‌نویسم. پس این مسیر دلخواه وقتی جی پی درست باشه، یعنی که توی گره اول درسته، گره دوم درسته، گره سوم درسته، الی آخر دیگه. این که میگم که زمان و حال و من جز به آینده گرفتم، اینجا مهم میشه. اگه همون تو اون تعریف این شرط رو نمیذاشتیم، این گزاره که الان ما داریم ثابت میکنیم که همواره درسته غلط میشه، همواره درست نمیشه. پس پی اینجا درسته طبق این فرضی که اینجا دارم. خب این داره چی میگه؟ این یه مسیر دلخواه بود دیگه. توی این مسیر دلخواه باید بگم پی درسته دیگه. مسیر دلخواه پی درسته یعنی چه؟ یعنی توی اون اس درست باشه دیگه. چون پی اتمه دیگه. پس همواره من این دارم. پس تو اون تعریفایی که اون شرط گذاشتیم، اینجا الان خودشو نشون میده که مثلا دستگاه شما یا لاجیک شما اینو به عنوان یه اصل میتونه بپذیره. سمانتیکال داریم میگیم، مثلا ما وارد پروف توریش نمیشه اینجا. یا این اصل رو ببینید قبول داریم با همین استدلالی که داریم. P U Q این هم میخوام بگم گذاره همواره درست. چی رو؟ توی تعریف یو میخوایم بگیم دیگه. پی اگه توی استیتی درست باشد، شما میخوایم بگیم که پی یا
پی یو کیو هم درست چی؟ نه من این آیه که میگن مثلا شما باید بگیم به ازای هر اسی که میگیریم تو هر مدلی که باشین اینو داریم. خب این به این معناست که به ازای هر مسیری که از اس شروع میشه اگه این درست باشه یعنی که پی اینجا درست حتما این مسیره داره پی یو کیو رو درست میبینه. این مسیر من دلخواست این داره پی یو کیو رو چرا درست میبینه؟ اصلا چی نوشتم؟ پی پی یو میت شما چی گفتین؟ این نفعه چیز گفت نه ویک شما تو ذهنتونی که همه جا پی درست است درسته. یعنی چه استقرار؟ استقرار خب هر اسی که گرفته باشین نه خب اونا رو همه فیکس کنیم هر جا میخواییم فیکس کنیم برای اون فیکس باید بکنیم نه یه چیز شبیه این میخوام دیگه باشه این این که درست پی اف پی رو میدید خب پی اف پی میده برای اینکه با همین استدلالی که میاریم پی حتما توی استیت درسته دیگه من در آینده میخوام که اف پی درست باشه در آینده پی درست باشه آینده خود همون استیتی میگیرم که پی درسته مثلا همون استیت اول مثلا این بدیهیه این واقعا غلطه باشه نفر بیاین روی مثال کلا این سایستکشن رو اجرا کنیم اینجوری بنویسیم این غلطه این چی؟ این درست خب یه اس دلخواه گرفتیم اس دلخواه باید اینو درست ببینه یه مسیر دلخواهی که با اس شروع شده باشه این اس من اینو انتخاب میکنم اس این درست میبینه خب یه مسیر دلخواه اینجا میگیرم باید ببینم که اس اینو درست میبینه یه مسیر دلخواه میگیرم که با اس شروع شده باشه خب یه مسیری گرفتن که با اس داره شروع میشه من چی باید بگم؟ اگه مثلا پی رو اینجا درست ببینه من باید بگم ماقبلاش کیو رو درست میبینه چیجی میتونم اینو بگم؟ آها، بله. اس هم اینجا داره پی درست میبینید
چون تو تمام مسیرهایی که با اسکیو میشه پی درست داده میشه، پس اون شرط برقراره دیگه. من باید بگم ما قبل اینا کیو درسته، ما قبلی الان وجود نداره دیگه، پس کیو یا پی اینجا درست. ها؟ جا به جایی نیست، اون جا به جایی نیست. پی هم قبلیه رو یه مسیر گرفتیم بر اساس S. خب مسیر ابتدا شروع شده، اینجا حتما P درست. فرض کنین نه دیگه، اگه یه جایی Q رو درست شید ما قبلش همه رو باید P رو درست بدید، اگه هم ندید باید همه جا P درست باشه دیگه توی مسیر. P U Q پی میخوایم بزنیم یا کیو؟ پی؟ نباید درست باشه، این که اصلا نباید درست باشه، این غلط. خب پس از این بازی ها خیلی زیاد میتونه. خب من مثال رو بکشم اینجا، مثال با همین مثال هایی که اینجا آوردیم، بس من اینو با عنوان یه چیزی فیکس براتون بنویسم. من برای اینکه نشون بدم یه فرمولی، یه گزاره همواره درسته یا یه توتولوژی، همین کلمه توتولوژی استفاده کنیم، ولی این کار مشابهن اگه من این دیگه ننویسم، اگه شما بخواییم بگیم که تو فرمول با هم معادله، حالا با این، به این نماد می‌نویسیم یا به این نماد می‌نویسیم، همین کار رو باید برای اینا انجام بدیم. خب من به ازای هر امی که می‌گیرین، واضحه که اینجا دارم بعد می‌نویسم، قبول کنی از من، هر اسی هم که می‌گیرین از استیتای ام اینجا می نویسیم، این S باید این نوز چک کنیم. سر انسان می تونیم بگیم که دوتا گذاره با هم آن. خب مثالی که می خواهیم بیاریم این مدلش به این صورته، این S2 اینجا P و Q درست هست، اینجا
محکم ها. تمام جاهایی که اتمایی که درست هستن ما فقط میاریم. از همینجا شروع کنیم. چی؟ همه مدلاشون چی باشه؟ خیلی کارا اینجا میشه کرد. من تو گام اول این همه رو بچسب کنی یه جوری. من گام بسیار ابتدایی شدن یاد بگیریم، خیلی کارا میشه. خب این تک تک اینا رو که من می‌نویسم با هم چک کنیم. خب حالا لطفاً اونایی که سریع متوجه میشن جواب ندن. تو نقطه صفر با همون تعریفایی که داریم، من سوالم اینه که آیا این برقرار هست یا نه. چیزای ساده شروع کنیم. پی و کیو برقراره؟ آقای رحمانی فر برقراره؟ درست، بس این برقرار هست، همه قبول دارن دیگه. این دقیقا شبیه همون پروپورشنال لاجیکه، هیچ اشکالی نداره. شما اصلا کنار بذارین، همه رو استاتیک همین رو نگاه کنین، بقیه رو فراموش کنین دیگه. چون دارین در مورد اتم صحبت میکنین، در مورد فرمولی که هنوز نمادهای مودالیتی وارد کارش نشده دیگه، اتم هستن. بنابراین همون چیزی که از قبل میدونین، اینا اینجا درست هستن. وقتی اینجا میبینین دقیقا داریم همون والویشن هایی هستش که ما توی پروپورشنال عادی خودمون داشتیم. پس این نوع قبول داریم که برقرار هست. امای صفر نگشن آر هر گره رو کلاسیک بهش نگاه کنیم. وقتی میگم هر گره رو به صورت کلاسیک نگاه کنیم، توی هر گره ای به این معناست که هر گزاری داشته باشین، هر گزاری دلخواه داشته باشین، یا درسته یا غلطه دیگه. یکی از این حالت‌ها اتفاق میفته. نمیتونه هم درست باشه هم غلط، نه درست باشه نه غلط هم نیست. درسته. خب اینجا وقتی ظاهر نشدن، تو هر جایی که ظاهر نشده باشه، یعنی که اینجا درست نیست دیگه. پس نگشنش باید درست باشه. بنابراین پس من اینه دارم. پس تو گره‌های مختلفی که فیکس می‌کنین برای خودتون در مورد یک گزاره دارین صحبت میکنین، اگه ظاهر نشدن یعنی درست نیستن، پس مجبورن نگشنشون درست باشه. این یعنی به زبان دیگه یعنی اینکه شما گره ها رو با همون تجربه‌ای که از منطق کلاسیکتون دارین به همون صورت بهشون نگاه کنین، ولی تک گره دیگه نگاه کنین، به بقیه کاری نداشته باشه. برای این تفسیر اصلا من روی آره روی اون اصلا محدودیتی شد. اینکه حالا شما احتیاج دارین یا ندارین بستگی به مدلتون داره دیگه. مثل 2 سانتی متر دیگه. مثلا میاد به سانتی متر اول تمام میشه، 4 سانتی متر در نظر بگیرید امدادی، بعد اون فرد اول میتونه دویدنش رو ادامه بده، هیچ تأثیری دیگه نداره، ولی فرد دوم باید از یه جایی شروع کنه. خب اما اینم بعد نیست، حالا ممکنه شک ایجاد کنه بنویسه. اما اسف تاپ رو میده دیگه، نه؟ چرا؟ هر مسیری که من در نظر بگیرم تاپ رو میداد دیگه. اسف رو آوردم، پس این حتما باید اتفاق بیفته. پس اینو داریم. XR چرا درسته؟ چی؟ استیک آه. هر مسیری که شروعش از استفره،
دو نوع مسیر شما میتونید در نظر بگیرین. من مثلا یکی دو تا مسیر بنویسم اینجا با S0. یه مسیرش که اینه دیگه، نه S0 S1. الاخر یه مسیر دیگر چی از S0 شروع میشه؟ نه S2 تمام نمیشه دیگه، رفلکسی بدیم. ما مسیرها همه رو باید نامتنایی در نظر بگیریم. رفلکسی به این ادامه داره با استوی خودش. خب در واقع تمام ترانزیشن سیستم هایی که شما دارین میتونین اینا رو به صورت درخت های نامتنایی نشون بدین دیگه، نه؟ دقیقا به صورت درخت های نامتنایی. خب این دوتا مسیره. وقتی من میبینیم S0 باید این نوع درست ببینه، هر مسیری که با S0، این دوتا مسیر داریم دیگه، XR رو باید، یعنی که S0 باید این مسیر باید XR رو درست ببینه، XR رو درست ببینه، یعنی که گره بعد از این تو این مسیر میشه S1R رو داره درست میبینه، پس این درست تو این مسیر درست. مشابه مسیر دومی که هم داره تو این مسیر S2 هم داره میبینه، پس تو هر دو مسیر ممکنه که برای از شروع از S0 داریم این درسته، بس میبره. حالا قبل از اینکه مثال ادامه بدم این نگاه کنیم، مسیر دم. خب مسیر پی رو درست میبینه؟ توی مسیر پی درست دیده میشه؟ نمیشه. نه دیگه یه اتم گذاشت باشه. خب مسیر من ایکس پی رو درست میبینه؟ نمیبینه دیگه. وقتی مسیر میگه این شروعشه، اینجا باید پی رو درست ببینه، نمیبینه. ایکس ایکس پی درست میبینه دیگه. پس این اوکی. دوباره درست نمیبینه. این دقیقا باید اینجا برای شما درست ببینی که درست نمیبینه. مشابه از این کارا مثلا با F P و G P هم میتونی انجام بدی. یکی یکی چک کن. نه اصلا هیچی نیست، هیچی نیست. مدل من فقط P رو تو اینجا درست نمیشه. آره ببینید ما اتمای ما کاملا اتمایی که ما داریم شماره گرفتیم دیگه، مثل پروتون رادی. فقط مدلی که من انتخاب کردم این سه تا اتم برای من مهم بود، این سه تا اتم در مورد ارزشش صحبت. بقیه در مورد بقیه اتم ها حتما شما الان اینجا صحبت دارین. یعنی توی همه اینا اتم ها غلط، خالی اصلا این اتم ها غلط، این نگیشنشون درست میشه. خب اون ادامه بدیم اینجا. تو همون گره S0 آیا این برقرار هست یا نه؟ کدوم مسیر میگیری؟ S2 باشه؟ هر مسیر بگیریم یه اتفاق میفته دیگه. مسیر از اینجا شما شروع میکنین، یا استید بعدیش اینه یا استید بعدیش اینه دیگه. تو هر دو اینا پی و آر درست نیست. اینجا کیو و آره دیگه، نه؟ پس بنابراین این غلط میشه. من این نه میزنم. پس این غلط میشه. یه
این چی؟ خب اولا باید خود زمان آینده من خود اسه و آینده هست، درسته؟ تو اینجا نگیشن پی و آر درسته دیگه، برای اینکه آر از اینجا نیست. نگیشن پی و آر اینجا هم درسته، تمام مسیرهایی که الان با این داریم دیگه، تمام چیزهایی که با این دسته، یه مسیر این وری داریم که الان نوشتیم، یه مسیر هم اینجا دیگه، که همه اینا نگیشن پی و آر درست میشه. پس این هم باید ساده. این درست نیست؟ درسته، چون مسیری که از اینجا دارن فقط استو هستن دیگه، این مسیر نامتونی استو 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 الاخر همه اینا هم توش آر درست. این اینجا بررسی کنیم بعد ببینیم چی جوری. اما ننویسم به سه این درسته یعنی. چی؟ درست نیست؟ آینوی داره هست. خواه چند نفر میگن درست نیست؟ حالا اگه درست باشه چی میشه؟ نه، مسیر از اس یک شروع میشه. چی؟ توی اس دو. خب توی اینجا درست هست. خب بعد اف جی آر اینجا درسته یا نه؟ درست. خب مسیرهایی که داریم و داریم بررسی میکنیم دیگه. خب مسیری که نکست استیدی که در نظر میگیریم اگه این باشه، نکست استیدی که برای این داریم چیه؟ نکست استیدش یا اینه یا اینه دیگه، نه؟ اگه نکست استیدی که انتخاب میکنیم این باشه و توش این درست دارم دیگه، نه؟ خب باید ببینیم که توش اعتماد اگه غلط باشه که ما اصلا مشکلی نداره، توش درسته. باید ببینیم که تالیش هم درست، تالی این شرطی یا نه. اف جی آر باید درست باشه. خب تالی این استوک خودشه دیگه، همه جاش هم آر درست. پس تو این مسیر درست. این مسیر چی؟ اصلا خود نگیشن کیو و آر غلطه دیگه. به چی بره؟ نه اینا که بررسی کردم دیگه. نه استاد، این باید توی نکست استیتش درست باشه. آها توی آینده درست باشه، قبول. خب اگه آینده درست باشه میاد اینجا میگین، خب قبول، اشکال نداره، اومده اینجا دیگه، این که نمیتونه برگرده. اینجا درست میشه. خب بره برگرده به انتفاع مقدم. پس این انبار الان اینجا درست میشه دیگه. خب مثال به کلن کنار بزن. الان اینجا
کجا؟ آینده کدوم؟ این تو این مسیر الان هستین دیگه. تو این مسیر. تو این مسیر. کجاش درسته؟ از S1 شروع کردی. از S1 شروع کردی. از S1 شروع کردی. خب؟ قبول کردین؟ خب حالا اصلا این مثال کنار بذارین، به ازای هر مدل و هر اسی که میگیرین این درسته. هر مدل هر اسی که میگیرین، حالا استدلال بیارین. پس فرضش که شما انجام میدین که تا مقدم درست باشه، اس دلخواه هستش دیگه، نه؟ توی اس مقدم درسته، باید نتیجه بگین که توی اس تادی درست. این باید نتیجه بگین. اس تو نداریم؟ نه، این دیگه هم مدل عوض شده، هم مثلا این مثال نیست. نقض بدین؟ نه بدین. کل مدلت اینه دیگه. خب، این زنجیره از این. هیچی نداریم؟ شما میگید توی همین جا اولی این درسته؟ از S1 هست کنیم؟ این چی تو ذهنمه؟ حرفتون درسته دیگه. من یه چیزی تو ذهنم هست. خب توی همین مدلی که داریم در مورد جی اف پی چی میتونیم بگیم؟ چی؟ نه خب مثال عوض میکنند. آره این یه شرایطی باید بسید تو همین مدل، کل این مدل چی؟ جی اف پی الان تو این مدل دیگه، نه؟ اینجا کیو داشتیم؟ از آها توی اسیک میخواییم چک کنیم؟ از اسیک شروع کنیم؟ خب اینو رد میکنیم به خاطر اینکه میگین که مسیر رو میارین اینجا و اینجا پی درست نیست دیگه، نه؟ یه جایی باید
یه جایی وجود داره که از اونجا به بعد باید پی درست باشه که اینجا نمیشه. پس این رد میشه. اف جی پی کد چجوری میگیری؟ هر وقت بره توی آها این داره میگه که این تقریبا داره این میگه از یه جایی به بعد همواره درسته. این که معمولا بهش میگیم که اینفینیتلی آفن. اف جی پی از یه جایی به بعد جی پی همواره درست. فرقش چیه؟ نه اینجا داره میگه که اینجا داره میگه که از یه جایی به بعد همواره درست. نه دیگه همین نمیگه دیگه. ببینید اف پی باید درست باشه دیگه. نه یکی باید درست باشه. نه دیگه نه آها یکی در میون درست آها. این چیزی که نوشتم اینجا این میشه. بس اینجا میگه که یه گامی وجود داره که از اونجا به بعد کل پی باید درست باشه دیگه. پس این میشه. یعنی شما اینقدر میایین ولی یه گام میتونید پیدا کنید که از اینجا به بعد همه پی درست. ما قبلشو نمیدونین. این داره این میگه. بالایی چی میگه؟ حالا بالا شما میتونید یک در میون باشه. این زوج فرق بشه. خب هر دو رد میشه؟ هم توی S1 این رد میشه؟ توی S1 گفتین چرا رد میشه؟ S1 میره به S2. S2 تو همونجا میمونه و GP درست نمیشه. خب همین بحث ها بیده. ساعت چند؟ خب یه دونه گزاره با هم حل کنیم. من دیگه مثال رو بزنم کنارش. خب این معادل بودن این دوتا رو بکنیم. ببینید با هم بررسی کنیم این میتونه آموزنده بشه. من لیست اینجور چیزا رو جلسه بعد نشد. نه توی نقطه S3 غلط شد. FPG هم غلط شد. چی؟
خب فرض کن که شما یه مدل گرفتین، یه استدلخواه هم گرفتین، مدل استدلخواه داره فای یو سی رو درست میبین. خب نتیجه باید بگیریم که توی این اس اسمشو اتا بذارم، اتا و FSI باید درست بشه. اولا اون FSI درست های ساده، میتونی بگید چرا؟ یه مسیر بگیرین که با S شروع شده باشه، مسیر P بگیرین دلخواه بشه. این مسیری که با S داره شروع میشه داره فای یو سای رو درست میبینه دیگه. وقتی فای یو سای رو درست میبینه پس حتما توی این مسیری که من انتخاب میکنم، توی هر مسیری اینو درست میبینه. این مسیری که انتخاب میکنم یه جایی هستش که سای درست دیده میشه دیگه، نه؟ اون سای در نظر یه جا، اون جا در نظر بگیم مثلا اینجا باشه. سای مثلا اینجا درست دیم. پس سای اگه اینجا درست باشه پس FSI توی این مسیر دلخواه من درست شد، چون مسیر دلخواه بود پس S داره FSI رو درست. یه بار دیگه بگیم، ما الان میخوایم این که S با عنوان گره این فرمول رو درست میبینه، چون وعه باید تک تک اینا رو درست ببینه. من میخوام در مورد دومی بگم، میگم این بدیهیه. اینجا چی بگم؟ به ازای هر مسیر دلخواهی که گرفتم که با S شروع شده باشد، اون مسیر دلخواه باید الان این پیه باید FSI رو درست بگیره. من برای اینکه اینو بگم، خب میگم این مسیر دلخواه گرفتم، این مسیر دلخواه روی S سوار شده، پس این فرمول داره درست میبینه، پس این فرمول داره درست میبینه، حتما باید سای رو توی مسیرش یه جایی درست ببینه، اون سای رو انتخاب کنین. خب اون F هم همینه دیگه، F یه فیوچری میخواستیم که سای درست باشه که اینجا میشه، پس این برقرار میشه، پس این درست. برای قسمت دوم چند زیاده، خب الان من باید بگم S اینو درست بشه. خب باید بگم نگیشن اونو درست میبینه، پس باید بگم که اینو درست نمیبینه. نگیشن سای یو، نگیشن فای و نگیشن سای. اس اینو درست نمیبینه یعنی چه؟ اگه میخواست درست ببینه یعنی که به ازای هر مسیری که میگرفتیم میارست اینو درست میشد. پس یه مسیری وجود داره که توی این مسیر این درست دیده نمیشه. خب پس وجود داره یه مسیری مثل P که با S شروع میشه الاخر. خب این درست دیده نمیشه یعنی چه؟ یعنی این که اگه این اتفاق بیفته، اگه نگیشن سای، یعنی که اگه این هیچ جا درست دیده نشه، درسته؟ اگه این هیچ جا درست دیده نشه پس یه جایی هستش که نگیشن سای، آها ما نگیشن سای باید همه جا درست دیده بشه دیگه، یه جایی هستش که نگیشن سای درست دیده نمیشه. فرض کنید که اینجا درست، پس یه جایی هستش که سای درست دیده میشه. چی؟ الان این اون حالت دوم رو دارم بررسی میکنم. حالتی هستش که فرض کردیم که این هیچ جا درست دیده نشه دیگه. این بعد پس اگه این هیچ جا درست نشه، که اون حالت دوم تعریفم هستم، این میخواد درست نباشه. این مسیری هستش که این فرمول درست نیست. خب پس یه مسیر وجود داره، تو این مسیر فرمول درست نیست، یعنی که یه جا هست یا یه جا هست که نگیشن سای درست است، درست نیست.
درست نیست، یعنی سای درسته، اون یه جاش رو انتخاب کردم درسته، حرفی دارم میزنم درست، الان عوضش نکنیم. میگم بعدش هم دوباره میخواین تکرارش بکنم. یه باید برگردیم، مسیری وجود داره که این مسیر پی اینو درست نمیبینه، خب این به چه معناست؟ که این مسیر این درست نمیبینه. اگه میخواست درست ببینه چی میشد؟ یا میبایست یه جایی این درست دیده میشد و ما قبل اینا باشن دیگه، یا فرض کنید این نباشه، حالتی که میخوایم داشته باشیم، یا اینکه این همواره همه جا درست بود دیگه توی مسیرش. خب من این دوتا حالت رو برای رد کردنش باید در نظر بگیرم. خب اگه این درست نبینه آها برای بی دوتا حالت چی؟ یعنی چی فرم مثلا نفس کافیه؟ فیوسه مسیر غلط میده یعنی چه؟ این غلط میشه؟ خود این میخوام غلط بشه، خب از اون میخوام استفاده کنم یه جوری. چجوری میخوام استفاده کنم؟ نه یا نداریم دیگه، اصلا یا نداریم. خب فرض کنیم که یه مسیری گرفتم از S، اینو داره درست میبینه. اگه اینو درست ببینه یه مسیر دلخواه گرفتم، نه یه مسیر دلخواه گرفتم، هر مسیر دلخواه باشه این باید حتما یه جایی اینو درست ببینه. اونجا فرض کنیم اینجا باشه و فرض کنیم که کوچیکتر اینجا هم باشه، پس این اسمش رو مثلا بذاری N. خب پس ما قبل این هرچی باشه نگیشن سای درست. خب پس ما قبل این N سای درست نیست، هیچ کنون سای درست نیست. از اون چه استفاده میخوایی بکنین؟ توی خود N فای درست نیست. بعد نه سای درست نیست دیگه، باید نگیشن سای و نگیشن فای درست ببینه دیگه، ولی در صورتی توی این داره سای درست میبینه و داره اون برد نمیتونه درست ببینه. چرا توی این داره سای درست میبینه؟ چون که نگیشن سای نباید درست ببینه و سای باید درست ببینه. نه دیگه نگیشن سای رو داره درست میبینه، این مسیر این رو داره درست میبینه، یک اس داره، فرض کردین اس داره اینو درست میبینه، پس به ازای هر مسیری که بگیرم اینه دیگه. نه نباید. چرا نباید؟ چرا این تعریف اول اینو قبول داریم؟ اس داره اینو درست میبینه، به این معناست که هر مسیری که با اس شروع شده این درسته. یه مسیر دلخواه بگیریم، این به چه معناست؟ توی این مسیر این درسته. این به این معناست که یه جایی وجود داره که این درسته و ما قبلش این درسته دیگه، نه؟ خب یه جایی وجود داره، من کوچیکترین جایش رو گرفتم، اسمش رو گذاشتم N، یعنی که دقیقا ما قبل این دیگه این درست نیست. خب پس توی اینجا نگیشن فای و نگیشن سای هر دو درسته همزمان. قبل از اینجا همه جا فای درست. خب تبدال فرض سای پس اونجا باید درست بشه، اینکه اونجا فای غلط شده.
خب مثلا نگاه اینجا پایین قبلیش اینجا میگین که فای باید درست باشه. خود این سای درست نشده ولی چرا فای درسته رو نمیدونم. من اینو قبول دارم تو این مسیر فای و سای همه یه نفر صحبت کنم بکنم تو این مسیر جایی سای درست نداریم تا این رسیدیم نه نه کوچکترین جایی هستش که این درسته ما قبلش هم همه اینا نگیشن سایی درست تا حالا سایی درست ندیدیم و الان پایی اونم درست نیبینیم پس پایی درست نه خب اینجا الان فایی رو درست دیدیم خب فایی الان فایی درست دیدیم پس که اینجا بعدا فایی الان که فایی سایی وقت درست دیدیم یعنی چی؟ یعنی یه سایی داریم درست دیدیم و تا همه قبلش فایی درست دیدیم دیگه یه جا داریم سایی رو درست می‌بینیم، تمام قبلی‌هاش فایل داریم درست می‌بینیم. این یه جایی که نمی‌تونه قبل این باشه. نگشن سایی رو. پس بعد این راستی پس تمام قبلی‌هاش با فایل درست می‌بینیم. نشانه. قبول کرد. خب پس یه بار دیگه توضیح بدیم. اگه این مسیر دلخواه از اس بخواد اینو درست ببینه، پس حتما یه جایی هستش که اینو داره غلط درست میبینه ما قبلش هم نگیشن سای داره درست میبینه خب اینجا الان هم نگیشن فای و هم نگیشن سای درسته این مسیر هستش که این هم داره درست میبینه دیگه پس حتما باید یه جای سای رو درست ببینه ما قبلش هم باید فای رو درست ببینه اون که اون جایی که میخواد سای رو درست ببینه ما قبل این نمیتونه باشه برای اینکه ما قبل این من دارم نگشن سایه ها رو درست میبینم پس حتما بعدشه وقتی بعدش باشه من یه جایی دارم که نگشن فای درست که این غلط باشه پس چنین چیزی اتفاق نمیفته پس اس اینو نمیده پس اس نگشن شد با فای اصلا کاری نداشته باشیم خب یه چند لحظه صبر کنید بفهم فای یو سای رو دارید اولین جایی که سای درست باشه درسته شما مسیرتون رو برعکس میکنین دیگه این مسیر دلخواه رو که در نظر گرفتین توی مسیر دلخواه میگین که یه جایی هستش که سای درسته نه قبلش هم فای درست دیم شما میخواه از این استفاده کنی؟ خواه این اولین جایی هستش که سای درسته آها قبلش نگهش نیسته خواه آره این حرفشون هم درسته دیگه دقیقا معکوس دارن حرکت میکنن معکوسش اینه که این مسیر رو بگیرین این گوش کنین فکر کنم بهتر باشه مرسی مسیر دلخواه رو من گرفتم توی این مسیر دلخواه میخوام ببینم که آیا این درست هست یا نه این مسیر رو گرفتم این مسیر مسیری هستش که برای این میتونید در نظر بگیرید برای این یه کوچیکترین اینی هستش که سای درسته پس همه ماقبلیاش نگیشن سای درسته پس تو ماقبلیا همه نگیشن سای درسته اگه این بخواد درست باشه پس تو این نقطه باید این درست بشه دیگه من نمیتونه درست بشه چون که سای درسته نگشن سای هم باید توش درست بشه که غلط پس این حرف کاملا درست مرسی آقایم این راحت تر بود خب شما سوالتون چی بود بشه؟ حل شد خب این تازه یه طرفش رو گفتین دیگه برعکسش رو میذارم برای تمرین
مرسی این برش. نه دیگه یعنی چه؟ خب آره یعنی چه برای هر اسی؟ اس دلخواه الان گرفتین تمام شد رفت، اس رو فیکس کردین، دلخواه انتخاب کردین ولی فیکس کردین دیگه. نه 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 من میخوام بگم که اس این نگش این اتحاره میده دیگه، نه اس اتحاره میده، خود اتا نگشن داره دیگه، این معادل میشه با که بگیم اس اون نگشنه رو بردارین هرچی مونده معادل باید. نه نه شما میخواین جان اس تغییر بدین دیگه، نه خواهم میخوام اینو ثابت میکنیم. خب آره ولی دوباره اینجا نباید سور ببندین آه. اینو اسپرین کنین یه دلخواه باشه. خسته نمیشه.